تعداد کودکانی که در سودان کشته و مجروح شدند در سال 2023 شش برابر شده و به رکورد بالایی رسیده است، چرا که جنگ ویرانگر این کشور را فلج کرده و نیاز به اقدام فوری از سوی جامعه جهانی برای رسیدگی به این بحران رو به افزایش را ضروری ساخته است. همکارم از آخرین وضعیت اسفبار سودان گزارشی تهیه کرده که با هم می‌بینیم. داده‌های جدید سازمان ملل حداقل 1721 مورد نقض فاحش حقوق بشر را علیه 1526 کودک در سال 2023 نشان می‌دهد. اقداماتی که آسیب‌های قابل توجهی برای کودکان ایجاد کرده یا رفاه و حقوق آنان را تهدید کرده است. موارد ثبت شده در گزارش سالانه سازمان ملل متحد در مورد کودکان و درگیری‌های مسلحانه شامل بیش از 480 کودکی می‌شود که جان خود را از دست دادند و 764 نفر معلول و 114 مورد تجاوز یا خشونت جنسی دستاورد این جنگ ویرانگر بوده است. بحران سودان را به واقع می‌توان بحران کودکان نامید، چرا که در حال حاضر 14 میلیون کودک از جمعیت 22 میلیونی کودک سودان نیاز به حمایت بشردوستانه دارند و علاوه بر آن 19 میلیون کودک از مدرسه باز مانده‌اند و 4 میلیون کودک آواره شدند. اما با وجود گستردگی نیاز به کمک‌های بشردوستانه، بحران شدید در سودان به دلیل کمبود شدید منابع وجود دارد و تنها 16% از نیازهای بشردوستانه آن در نیمه سال تأمین شده است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف می‌گوید سودان یکی از بدترین مکان‌ها در جهان برای کودکان است. کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف تأکید کرد که اکنون سودان بزرگترین جابجایی کودکان در سراسر جهان را دارد. میلیون ها نفر با سوء تغذیه مواجه هستند و اکثر آنها در مدرسه نیستند. کاترین راسل همچنین تأکید کرد که کودکان در انتهای بحران گرسنگی قرار دارند. 9 میلیون نفر غذای منظم و کافی ندارند و نزدیک به 4 میلیون نفر با سوء تغذیه حاد مواجه هستند. نیروهای مسلح سودان و RSF این کشور را تقریبا به دو قسمت تقسیم کردند و آن را در یک فاجعه انسانی فرو بردند. ستونهای اقتصاد در سودان سقوط کرده است و هر دو طرف متخاصم، یعنی ارتش سودان و گروه شبه نظامی نیروهای پشتیبانی سری RSF، ارسال کمک‌های مورد نیاز را محدود کردند. ارتش سودان دسترسی برای تحویل مواد غذایی را به مناطق تحت کنترل نیروهای RSF محدود کرده است. جنگجویان RSF هم متهم به غارت گسترده اموال مردم هستند و بیش از یک ماه است که شهر نزدیک به 2 میلیون نفری الفاشر را محاصره کردند. از رحمت رئیسی، کارشناس مسائل سیاسی از تهران، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آیه رئیسی، سلام و عرض ادب. آیه رئیسی، در این روزهایی که دنیای اسلام غرق در سرور و شادی به مناسبت‌های اعیاد بزرگی چون عید قربان و عید قدیر است، وظیفه سایر مسلمانان در قبال کشورهای مصیبت زده ای چون سودان، غزه و یمن چیه؟ بفرمایید. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی و من هم عرض تبریک و تهنیت دارم خدمتتون اعیاد بزرگ قربان و عید سعید قدیر، روز امامت و ولایت رو هم به محضر شما و به محضر همه مسلمانان عالم و تماشاچیان و بینندگان عزیز این برنامه. با کمال تأسف، در همونطوری که اشاره فرمودید، در این ایام که ایام شادی و فراخ روح و حریت و آزادی مسلمان هاست و جشن و سرور هست، شاهد جنایات و فجایع بسیار بدی در عالم اسلام و در منطقه ما هستیم و این یکی از دردهایی است که واقعا همه اون سرور و جشن رو به آلام تبدیل می‌کنه. این یک واقعیت است که ما تا این سال‌ها شاهد جنگ‌های خانمانسوز و ویرانگر در کل منطقه هستیم، از عربستان تا یمن گرفته، از اسرائیل تا علیه فلسطین و غزه بگیرید، بیایید تا آفریقا و تا شمال آفریقا. این دهه و شاید
این دو دهه اخیر و این چند سال اخیر مشاهد ویرانی ها و جنگ های خانمانسوزی هستیم که تمدن اسلامی، آثار تاریخی جهان اسلام و از همه بالاتر جان تمامی مسلمان ها و به ویژه زنان و کودکان بیگناهی که اصلا فارغ از همه مسائل و درگیری ها هستند رو به نابودی کشونده. جهان غرب و استعمار نو با محاسبات زیادی که روی این بحران ها کرده همچنان به دنبال اون سیطره سیاه دوران استعمار اولیه خودش پس از جنگ جهانی اول و بعد جنگ جهانی دوم هست که تا بتونه با این بحران ها به استثمار خودش همچنان ادامه بده و قارت کشورهای و منابع و ذخایر کشورهای مسلمان از جمله آفریقا رو داشته باشه. سودان سوم کشور بزرگ آفریقایی است و دومین کشور بزرگ جهان عرب هم محسوب میشه. این کشور دستخوش حوادث خیلی بدی شد، به خصوص از سال 2011 که تبدیل به اون دو کشور سودان جنوبی و سودان شد و جنگ های داخلی ناپایدار و درگیری های حوزه سیاسی و دیپلماسی به شدت این کشور رو در تنگنا و فقر و فلاکت فرو برد. شما حتما مستحضر هستید که سودان یکی از کشورهای نفت خیزه و اتفاقا درآمد نفتی خوبی داشته. من یه آماری داشتم که این کشور قابلیت تولید 1,815,000,000 کیلووات ساعت انرژی الکتریکی داره و داره اندوخته های سرشار سنگ آهن هست، نفت هست، مس، روم، نقره و طلا و امثال اینها. اما علی‌رغم همین ها این جنگ هایی که الان وجود داره و به راه انداخته شد، از یک طرف نظامیان و سلطان، از یک طرف گروه های شبیه نظامی، از یک طرف اون جریانات متحجرانی مثل بوکو حرام و تحت سیطره داعش، همه اینها این کشور غنی رو به یک روز سیاهی نشونده که امروز مشاهده یک فجایع بسیار زشت و غیر قابل تحملی هستیم که از جمله همونطوری که در گزارش همکار شریفتون اومد، مسئله کشتار و ظلم مضاعف به این کودکان بیپناه هست و اون حجم گرسنگی. اما اینکه جهان اسلام و مردم اسلام چه باید بکنن، واقعیتش اینه که دوست اهرم رو باید الان به کار ببرن. ما یک اقدام فوری داریم که جهان اسلام در این ایام به خصوص مبارک و میمون باید هرچه زودتر سازمان کنفرانس اسلامی و از طریق رهبران کنفرانس کشورهای اسلامی احبی آنها رو جمع کنم و اقدامات فوری برای کمک رسانی های فوری برای جبران مواد غذایی و نیازمندی های دارویی و غذایی و روزمره این مردم رو داشته باشن. اما به این قیده باید در صحنه بین الملل با قدرت بیشتری ظاهر بشن و در سازمان ملل و سازمان های زیرفتی که میتواند کنترلگر این همه وحشیگری باشد، رایزنی های قبیلی داشته باشند و حرکت های اقدامات مثبتی بکنند و حتی آنجا که لازم است اقدامات بازدارنده در برابر پیشروی ها و سیاست های نامیمون جهان غرب رو داشته باشند. بله، با تشکر از رحمت رئیسی، کارشناس مسائل سیاسی که از تهران پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.